هم. بار تبی فریها، امروز بخت با هاتیاره، آشغالامون کمه. امیرم اومده بود یه چیزی بگیره، وقتی گفت که با هم دوستین از اینجا صدات کردم، ولی کسی جوابمو نداد. خوب شد که خودت برای جمع کردن آشغالا اومدی، اینطوری همدیگرم دیدین. گفتم که امروز وقت با هاتیاره. من میخواستم بهت بگم، امیر صبر کن، همه چیزو بهت میگم. امیر تو رو خود گوش بده. به چی گوش بدم فریها؟ این دیگه چجور مسخره بازیه؟ گفتی اونجا خونمونه ولی خونتون نیست. زنی که گفتی مادرته مادرت نیست. برو کنار. خواهش میکنم بذار حرفمو بزنم. امیر خواهش میکنم. چی میخوای بگی فریها؟ بگو دیگه. هیچ حرفی برای گفتن نداری؟ میخواستم بهت بگم. کلثوم، دخترم برو یه چایی دم کن. باشه دایی. آره دخترم برو. کلثوم، اینا مال توه؟ مال منه. ببر بذار تو اتاق فریها. آه وضعیت ما رو ببین، آبرومون رفت، حالا اومدیم سرباره برادر و زن برادرمون شدیم. ای بابا خدیجه، این چه حرفیه میزنی؟ اصلا معلوم هست چی داری میگی؟ من همیشه بهش یه عالمه پول میدادم، اونم میرفت خرج یکی هم سن سال دخترش میکرد. ببین ما رو سربار دیگران کرده. ای خواهر سربار چیه؟ چرا این حرفا میزنی؟ اومدین اینجا قدمتون رو چشم، ایشالله تو هم کار پیدا میکنی و میری سراغ زندگی خودت. آره زندگی، زندگی خودم. تشکیل دادنش خیلی سخته و خراب کردنش خیلی راحته. همش 3 ماه تنها گذاشتمش، همش 3 ماه. وقتی برگشتم همه چیو برده بود. پاش کلثوم. بله زنده. چایی رو پیدا کردی؟ آره پیدا کردم. خوبه دخترم. خدا میدونه عاکف بیچارم هم چقدر داره توی عربستان قصه میخوره. بیچاره حتی نمیتونه بهمون کمک کنه. به خدا داداش اگه دروغ بگم، من به خاطر خودم ناراحت نیستم، من فقط به خاطر بچه هم ناراحتم. ای بابا تو رو خدا خدیجه، گریه و زاری و بس کن دیگه. فریها نیست؟ نه رفت آشغالا رو جمع کنه. بله زهر خانم، اینجوری نمیشه که، دیگه نمیای این آشغالا رو جمع کنی. آشغال داریم؟
دختر من چی بهت بگم ها؟ من دیگه باید با چه زبونی باهات حرف بزنم تا تو حالیت بشه؟ منو دید، دید موقع جمع کردن آشغال، منو دید. منتظر تو هستیم. چه خبرته؟ تاوان این کارتو پس میدی؟ به به کامیل جان، باز کجا خبرنگارتون مچمو گرفتن؟ پسرت خبرنگارامونو کتک زده. چی؟ کتکشون زده؟ تو چی داری میگی؟ زده دوربین عکاسیشون هم شکونده. من باشون حرف زدم، شکی نیستم، ولی تو هم گوش پسرتو بکشی بد نیست. چی شده؟ راستش نمیخواستم بهت بگم ولی دیگه طاقت ندارم، باید به یکی بگم. چی شده جانسون؟ من دست اون دروغگو رو رو کردم. امیر صراف اغلو دیگه همه چی رو میدونه، میدونه که فریحا یه دختر سرایی داره دروغگوه. من خودم باز میکنم. عمومام زنگ زدیم، در دسترس نیست. پسرای احمق، درست موقع افتتاح کلوپ جدیدمون ببین چه گندی بالا آورده. کلوپ جدید؟
همون میدونی که امیر بی خودی همچین کاری نمی کنه. اونا حتما یه کاری کردن. حالا هر کاری هم که کرده باشن، اگه مقصر نبود جواب تلفنم میداد. شاید با فریح خانم بوده. خبرنگاران قافل گیرش کردن. به فریح هم زنگ زدم، اونم در دسترس نیست. نه مطمئنم که تنها بوده. عجیب نیست که فریح هم جواب تلفنشو نمیده. شاید با هم دعوا کردن. فریح هم مثل همیشه امیر رو ناراحت کرده، امیرم با خبرنگارا دعوا کرده. همین. مامان بر میگرده نه؟ فریح ما چی کار کردی؟ من چی کار کردم؟ من چطور دست همچین حماقتی زدم؟ من چطور تونستم دست رو دست بذارم و شاهد بدبخت شدنت باشم؟ من چی کار کردم؟ من با تو چی کار کردم؟ من چطور تونستم این کارو بکنم؟ می‌کردیم ممکنه رفته باشه. رفتیم هیلزم نرفته. مطمئنم که با فریحا دعواشون شده. پسره با این فریحا دیوونمون کرده. آخه این چرا اینطوری شده؟ همه جوونی به دعوا کردن با مادرش گذشت، ولی من هیچ وقت اینقدر عصبانی نشده بودم. آروم باشین عمو. خوبی؟ هیچ معلومه از کجایی؟ اصلا میدونی داری چی کار میکنی ها؟ تو دیوونه. خواهش میکنم آروم باشی. آره دیوونه شدی. آروم باشی. چی کار داری میکنی؟ میرم بخوابم. یعنی چی که میرم بخوابم؟ بیا اینجا ببینم. عمو کاری به کارش نداشته باش. خانده تو کجا میری؟ دخالت نکن. میگم در رو باز کن. فکر میکردم وقتی بیام اینجا و گریه کنم تو منو دلداری میدی، ولی ببین به چه حال روزی افتادی. حتی گریه هم نمی کنی. یه کمی گریه کن فریحان عزیزم. ببین زندگیم ناراحته. تو رو خدا یه چیزی بگو. بگو چطوری میتونیم کمکت کنیم. الان حتما داره فکر میکنه. حالا دیگه همه چی رو میدونه. ولی ما از پس این مشکل هم برمیاییم. بسته بسته. باشه. صبح بخیر. صبح بخیر عزیزم. صبح بخیر. صبح بخیر. صبح بخیر. خوبه دیگه کلثوم خانم. از همین روز اول رفتارت عوض شد. سفره آماده شد، پاشدی اومدی. اومدم دیگه. آره. فریحا هنوز بیدار نشده؟ یه کمی خسته بود، بذار بیشتر بخوابه خودش. بعدن بیدار میشه. اگه حالش زیاد خوب نیست ببریمش دکتر. نه نه نیاز نیست. یه کمی استراحت کنه بهتر میشه. زهرا خانم، فکر کنم مرضی دخترتون به شما سرایت کرده. رنگتون پریده. نه خواهر، فقط یه کمی خستم. آره ها که اینطور.
از روز اول خستت کردیم نه؟ آره خب وقتی آدم مهمون ناخونده باشه همین میشه دیگه. نه اصلا اینطور نیست، من فقط یه کمی دیشب خوب نخوابیدم. محمد تا وقتی با خانوادت حرف نزدی دیگه حق نداری با من حرف بزنی. آقا محمد چی اول صبح هی بیپ بیپ سر صدا رو انداختی؟ سرمون درد گرفته خدا. 24 ساعت اون گوشی دستتی، همی حواست به اون گوشیه. نوشا جون من دیگه باید برم مغازه. به سلامت داداش، انشالله که خدا به کسب و کارت برکت بده. ممنون خدیجه، ممنون. زهرا اگه خواستی فریها رو ببری دکتر به من خبر بده، نظر فکرم همش پیش شما باشه. باشه باشه، تو نگران نباش. داداش میگم چطوره امروز با زهرا بریم خونه که میگفتی و ببینیم؟ خیلی خوب خدیجه، خیلی خوب. چرا انقدر عجله داری؟ از دست تو. من که چیزی بدی نگفتم. مراقب خودت باش رضا. خدافظ. خدافظ. میگم زهرا اگه فکر میکنی خسته ای و نمیتونی با ما بیای، من خودم میرم. نه نه خواهر، با هم میریم، با هم. کلسوم پیش فریها میمونه، ما میریم. باشه. خواهر از اون تخم مرغ آب پزان بخور. نمیخورم. شب هتل خیلی شلوغه، ممکنه دیر برگردم. خواهش میکنم جانسو رو تنها نذار. باشه، نگران نباش. جانسو عزا بخیر، میشه صحبت ناتموم دیشب و الان ادامه بدیم؟ به نظر دیشب امیر سر و فغلو تونسته بخوابه؟ جانسو همین الان همه چیو برام تعریف کن. باشه؟ تعریف میکنم. خیلی داستان قشنگ و هیجان انگیزیه. خیلی ببخشید، به دیدن فریها خانم اومدین؟ بله، بالاخره منو با مادرت آشنا میکنی. سلام، من امیرم. لعنتی، هیچ وقت به من دروغ نگو. باشه؟ دروغگو!
امیر چی شده؟ دیوونه شدی؟ امیر چی شده؟ امیر میخوای چی کار کنی؟ کجا داری میری؟ داری میری پیش فریها؟ امیر بریم یه خونه ببینیم، تو پیش فریها بمون. باشه باشه، نگران نباشین، من هستم. اگه یه وقت محمد اومد حال فریها رو پرسید بگو که مریضه. باشه, باشه. نظر بیا تو تو. باشه. خب دخترها من دارم میرم. باشه. مگه نگفتم این کارو نکن؟ گفته بودم با اون دختر بازی نکنی، کمی صبر داشته باش. من فقط از مغزم استفاده کردم، امیر رو با خودم آوردم اینجا، خواستم با چشمای خودش ببینه. شانسم با من یار بود، فریها خودش برای جمع کردن آشغالا اومد، امیرم اینطوری چهره اصلی فریها رو دید. یعنی خانم دروغگو هم یه دروغاش رو شد. نباید این کارو میکردی جانسی، نباید از حدت میگذشتی. از حدم؟ فکر کنم تو اصلا به حرفام گوش نمیدی. فریها اونو گول زده بود، همه رو، همه ما رو گول زده بود، حتی از خونمونم استفاده کرده بود. باورت نمیشه پدر امیر فکر میکنه بابای فریها آژانس گردشگری داره. چرا؟ چون اون علاوه خونمون از بابامم استفاده کرده. یه لحظه سنم خانم، تو چت شده؟ فریهاست که دروغاش رو شده. نکنه فریها رو دوست داری و ما نمیدونیم؟ فریها اصلا برای من مهم نیست، من به تو فکر میکنم. الان اصلا رفتارت نرمال نیست. از دیروز خیلی بهترم، تازه فردا بهترم میشم. سرم درد میکنه، میرم بخوابم. خودمون رو زدیم به اون را؟ اون دختره یه کاری کرده، برای همین امیر قاطی کرده. شاید به امیر خیانت کرده. بازم دوباره نمایش شروع شد. نه، از قدیم گفتن مادر رو ببین، دختر رو بگیر. بس دیگه، میفهمی چی میگم؟ بس کن. حالا چی میشه؟ باید چی کار کنم؟ بدبخت شدم، بیچاره شدم. فهمیدم. آره میدونم خیلی سخته، امیدوارم که
مشکل جدی پیش نیامده باشه. میفهمم، جوونن دیگه. خداحافظ. خوش اومدین. من هالدون هستم. هالدون ایلهانلی. امیر هستم. Annen kadar ateşli bir kadın olsaydın, eminim Emir de kaptan kadar mutlu bir adam olurdu. سهر یه دقیقه آروم باش. خیلی خوب، قول میدم که این مسئله رو امروز حل کنم. خیلی خوب، گریه نکن دیگه. کلثوم، فریا، من دارم میرم. باشه داداش محمد. اینجا چی کار میکنی ها؟ چی؟ گفتم تو اینجا چی کار میکنی؟ فکر کنم با کسی دیگه اشتباه گرفت. زنم حالتو جا میارم. چه خبرته؟ تو کی هستی؟ دیوونه شدی؟ من کیم؟ من برادر همون دختریم که باعث شدی عکسش بیفته تو مجله و آبرش بره؟ داداش محمد، داداش محمد، تو رو خدا ولش کن، دعوا نکن. تو فکر کردی کی هستی ها؟ دیگه این طرفو پیدات نشه، وگرنه حسابتو میرسم. دفعه بعد نمیذارم دیگه به این راحتی از اینجا بری. فهمیدی؟ کلثوم، اگه یه بار دیگه این پسر اومد اینجا به من میگه. باشه باشه باشه. لارا، کورای، ببینم تو این ساختمون زندگی میکنی؟ آره. راستی فریها رو میشناسی؟ آره میشناسمش. راستش داداشش محمد، اونا با هم دوقلو هست. حالا اسمش هرچی که هست، پسره به هم حمله کرد، دیوونه شده بود. امیدوارم فریها تو درد سر نیفته. میگم لارا، من باید با فریها صحبت کنم. پدرت خیلی ازتون تعریف کرده. راستش فکر میکردم که امروز استراحت میکنی. منظورتون چیه؟ مگه شما به خاطر هیلز نیومدین اینجا؟ دخترم جانسوه و همسرم سنم. مادر دخترتون؟ سنم همسر دومم. مادر جانسو فوت کرده.
نکنه شما قبلا با دخترم آشنا شدی؟ فکر کنم شما از قایق خوشتون میاد. قایق؟ آره، ولی وقتی برای این کارا ندارم. فکر میکردم شما یه قایق دارین. نه، چرا همچین فکری کردی؟ من قایق ندارم. خیلی خوب، من باید برم. خوش اومدی. آقای ایلهانی، این پاکت ها برای شما اومده. فقط روی یکی از این پاکت ها فامیلیتون اشتباه نوشتن. خیلی ممنون، میتونی بری. فریحه، اون پسره کیه؟ به خدا اگه زود نرسیده بودم محمد کشته بودتش. مجله یه همچین چیزایی میگفت. کورای، پس کورای اومده بوده. حتما امیر اونو فرستاده. مطمئنم. خدا بده برکت. راست گفتن که خدا روزی رسونه. آره، خدا ایشالله بیشترش کنه. داداش، اون پسرت نیست؟ چرا بیرون وایستاده؟ محمد بیا تو، بیا تو. محمد بیا دیگه، چرا مثل غریبه ها بیرون وایستادی؟ پسرم آدم یاد یه سلامی میکنه. او این دیگه چیه؟ تبریک میگم پسرم، کی نامزد کردی؟ از این خبرا نیست، میخواستم با بابام صحبت کنم. حالا فعلا بیا بشین، بعدا صحبت میکنی. والا داداش خیلی از دستت ناراحت شدم، چقدر آدم توداری هستی. به خدا این دفعه خیلی به هم برخورد. و امیر به خاطر همین آره همه چی به خاطر همین اتفاق افتاد. از اینجا برین، خواهش میکنم از اینجا برین. حال روزشو نمیبینی؟ هایلو سینیا. ای وای، این خونه که خراب شده. نگاه کن تو رو خدا، همه دیواراش نم داره، درش هم که درست نیست. والا راه دهات ما از اینجا صافتره. خیلی خوب خواهر، بیا بریم. چرا وقت تلف کنیم؟ بیا بریم دیگه. خسته شدی؟ میترسی و خونه پیدا نکنم و سربار شما بشم مگه نه؟ خواهر، مگه من الان چی گفتم ها؟ ول کن تو رو خدا، من که میدونم تو دل تو چی میگذره. برات خیلی سخته که ما تو خونه شما زندگی کنیم. خواهر، هیچ معلوم هست چی داری میگی؟ من که حرف بدی بهت نزدم. وای،
وای وای، سه ماه اومدم از تو و بچهات نگهداری کردم، اینجوری ازم تشکر میکنی؟ آره، ازت توقع نداشتم زهرا خانم. الان منظورتو فهمیدم. آره الان فهمیدم. آره خب، هر کسی سعی میکنه یه جوری درداشو فراموش کنه.